مقاومت روان و ذهن اینطوری است که ما رفتارهای دوگانه به عنوان مثال در دور دو این بحث رو کاملش رو داریم. رفتار دوگانه، رفتار دوگانه مثل سرکوب، سازش، تظاهر و وانمودسازی اینها منجر میشن به هرس خوردن، منجر میشن به هرس خوردن، خودخوری، درون ریزی و اینجور چیزها. مثال بزنم، مثلا فرض کنید که ما چشم دیدن یکی رو نداریم، الان میبینیمش، بعد تا میبینیمش قربونه تو کجا بودی؟ خب فدات بشم، دلم تنگ شده بود برات تو از این حرفا. حالا اصلا نمیخوام سر به تنش باشه. خب بیرون داریم میخندیم اما درون داریم هرس میخوریم، درسته؟ توی زندگی نمیخوایم باشیم، هستیم، داریم سازش میکنیم، سرکوب میکنیم، ولی در قبالش داریم چیکار میکنیم؟ هرس میخوریم، خودخوری میکنیم. اینها میشه انرژی پتانسیل منفی. خب این هرس و اینها وقتی خارج از ظرفیته میشه انرژی پتانسیل منفی. انرژی پتانسیل منفی میاد در یه جایی در ناخودآگاهی ما به نام دادگاه ویژه، که البته تو همین دوره راجع به دادگاه ویژه وقتی به کاربرد روانی رسیدیم با هم توضیح میدیم و بررسی میکنیم. دادگاه ویژه صدور حکم میکنه، متعاقب اون بیماری های روانتنی رو خواهیم داشت. خب پس در واقع بیماری های روانتنی، بیماری های ما بهش میگیم بیماری های دادگاهی. به عبارتی میتونیم بگیم بیماری های دادگاهی و فرد محکومه. خب فرزن فرد خودخوری میکنه، میبینیم که نتیجه نهاییش میشه زخم معده، غم و قصه، اینها میشه تیروئید، تضاد شدید با همراه با حالاتی میشه کلیت اورسر، درست شد؟ همینطوری موارد و مسائل دیگه منجر میشه به قضایای از این قبیل که در واقع بیمار محکوم به حساب میاد، درست شد تا اینجا؟ حالا البته عرض کردم ترم بعد هم خودمون در معرض اسکن این قضیه قرار میگیریم، هم به طور کاملتری بحث به اصطلاح این رفتارهای دوگانه و اینها رو رومون تست میشه و کار میشه و بیشتر از اینها راجع باش کار داریم. ببخشید یه سوال میخوام بپرسم. بله بفرمایید. نتیجه چه چیزی فرمودین کلیت اورسل میشه؟ وقتی که اون تضادهای بیش از حد باعث رفتار دوگانه میشه، منجر میشه عمدتاً به کلیت اورسل، ورم روده بزرگ. اگه رفتار دوگانه نداشته باشیم کلیت اورسل داشته باشیم چی؟ فقط تضاد. جانم بفرمایید، ببخشید. اگه رفتار دوگانه نداشته باشیم کلیت داشته باشیم چه؟ ببینید بذارید من یه طوری بگم خدمتتون. البته ما تأثیر یه سری عوامل فیزیکال و نمیدونم میکروارگانیسم و اینها رو نمیتونیم بیایم الان چون تحقیقی نداریم روش بیایم بگیم که نقشی ندارن در ورم روده بزرگ، اما شما میتونید تجربه بکنید اکثر افرادی که این مسئله رو دارن افرادی هستن که شدیداً درگیر تضادهایی هستن. دقت میکنید؟ شدیداً درگیر تضادهایی هستن، مثل اونایی که خودخوری میکنن، درگیر زخم معده هستن،
یا مشکلات تیروید عمدتاً ممکنه که با همون مسئله غم و غصه در ارتباط باشه، کمان که قدیمی‌ها تیروید رو غم‌باد مینامیدن. اینا یه ارتباطاتی دارن، اینجور هم نیست که نباشه. خب